با سلام خدمت شما دوست عزیز، تو این جلسه با ایجاد جدول در خدمت شما هستم. در حقیقت تو این جلسه میخوایم چند تا جدول مختلف رو ایجاد بکنیم تو پایگاه داده خودم. بعد از اینکه پایگاه داده جدید ایجاد کردیم، همونطور که اینجا جدول خالی اینجا برای ما ایجاد میکنه، ما میتونیم همین جدول خالی رو خوب گسترشش بدیم، یا اینکه نمیتونیم اصلا کلا اینو با کلیک روی این قسمت کلوز ببندیمش و طریق تب کرییت اقدام به ایجاد جدول جدید بکنیم. اگر میخوایم همینو تغییر بدیم، میتونیم نما رو تغییر بدیم به دیزاین ویو، نام یه جدولی رو براش در نظر میگیریم. تو این قسمت نام جدول خودمون رو باید وارد بکنیم. من نام جدول کاستومر در نظر میگیرم. اوکی میکنم. همونطور که میبینید نام جدول من اینجا به کاستومر تغییر پیدا کرد. من تو قسمت فیلد نیم میخوام نام فیلد خودم رو خوب تغییر بدم به کد کاستومر. خب نوع دادش اوتو نامبره. تو بخش دیسکریپشن توضیحاتش رو باید وارد کنم. میگم کد میام تو قسمت فیلد نیم، فیلد بعدیمو تعریف میکنم. فرست نیم از نوع تکست. تو بخش توضیحاتم نام مشتری رو درج میکنم. فیلد بعدی خودم رو تعریف میکنم. با کلید تب هم میتونم جا به جا بشم. اینم مجددا شورت تکست تعریف میکنم. خب این تا اینجا اینو میخوام سیوش کنم، این حالا ذخیرش کنم. روی این قسمت رایت کلیک میکنم، گزینه سیو رو انتخاب میکنم. میرم جدول بعدی خودم رو ایجاد بکنم.
اینم از این جدولمون، اسم این جدول میخوام بذارم فاکتور. سیف میکنم. این پیغام همونی که گفتم براتون مربوط میشه به تعیین کلید اصلی. من روی یس کلیک میکنم و خودش فیلد کلید اصلی رو برام اینجا تعیین میکنه که فیلد کد فاکتور رو به عنوان فیلد کلید اصلی برام در نظر میگیره. توی جلسه جداگانه در مورد تعیین کلید اصلی براتون حتما توضیح میدم. این سراغ ایجاد جدول بعدیمون. جدول خودم رو هم ذخیره میکنم. اسم فاکتور دیتیل. باز مجددا اینجا یه پرسشی از من صورت میگیره مبنی بر تعیین فیلد اصلی بود. من اگه نخوام روی نو میتونم کلیک بکنم، هیچ فیلدی رو به عنوان فیلد کلید اصلی برام در نظر نگیره.